این اینستش که سواری قطاری بودیم که یهو از ریل خارج شد و همینه که میخوام منو واقعا بشناسن. بعد یه نگاهی به من کردن و طرف برگشت گفتش که این پسر شما چقدر شبیه ولیعهده. یه روز خودم بودم، یه روز ولیعهد. و چه اشتراکی که داشتیم از اون ایرانی که میشناختیم در اون دورانی که بودیم و هیچ چیزی رو نمیتونه از ما بگیره. قربان، از ازدواجتون سه دختر بسیار دوست داشتنی دارین و الان ما در یک انقلابی هستیم که بزرگترین انقلاب زنان در دنیا هستش و شما از یک خانواده میان که هم مادرتون، همسرتون و الان سه دختر جوان که هم سن و سالای بچهای جوان ایران الان هستن که واقعا پایه های اصلی این انقلاب بودن. دلم میخواد بدونم شما چه نقشی در زندگی دخترانتون دارین و طرز فکر و تربیتتون برای بچه هاتون چیه؟ اولین و آخرین انگیزه من در تربیت دختران همراه با یاسمین، البته یعنی واقعا این یک تلاش مشترک هر دومون بود، این بود که کوچکترین توقع خارج از یک شهروند مسئول و مفید در جامعه جوردیگی بارشون نیاریم. بگذاریم تجربیات خودشون رو در زندگی به دست بیارن، یاد بگیرن، همطور که پدر مادرم ما رو در محیط‌های مختلف ورزشی، هنری، چیز دیگه قرار دادن تا بالاخره راه خودمون رو، سراغ خودمون رو پیدا بکنیم، بر اون مبنا پیش بیاریم. یاد بگیر، اشتباه بکن، از اشتباه خودت پند بگیر، ولی روپای خودت بیست و یه زمانی که مستقل شدی با بهترین آگاهی و دانش برو به سمت هر کاری که میخوای بکنی، حالا هر شغلی، هر کاری که میخوای داشته باشی. همیشه گفتم که هرگز زندگی رو بر اساس انتظاری که دیگران از تو دارن نکن، بلکه زندگی رو بر اساس انتظاری که از خودت داری بکن. و خب اینم سعی کردم به بچه هم انتقال بدم، چون نگران دیدگاه بقیه نباش، خودت باستی راضی باشی و خودت باشی. یعنی لحظه که خودت نباشی، باز دوباره میخوام بگم مبناش تظاهر، مبناش چیزی که خودت نیستی هستش، خب چه فایده داره اگه خودت نباشی؟ زندگی شما مثل بقیه انسان‌های عادی اون مملکت نبوده و به خاطر اون شرایط، تربیت شما، بزرگ شدن شما، فشارهای اجتماعی که رو شما بوده خیلی فرق میکنه با کسای دیگه. حالا شما خودتون به عنوان پدر وقتی که بچه دار شدین، سبک بزرگ کردن بچه هاتون چقدر فرق میکرد با سبک پدر و مادر خودتون؟ چجور سعی کردین بچه های خودتون رو محافظه بکنین و شرایطشون رو شاید بهتر از خودتون بتونین ایجاد کنین؟ خب از خیلی لحاظ کاملا به شکل فاحشی تفاوت داره. اولا اون موقع خب شرایط و ذهنیت و روش و رفتار خیلی فرق داشت، یه جامعه متفاوتی بود. من و خواهر برادرام فرزندان یک پادشاه ملکه بودیم در یک خانواده سلطنتی و تمام اون محیط و شرایط و نحوه برخورد افراد و افکار عمومی و نحوه جلوش به شکل رسانه‌ای اصلا یک دنیای دیگری بود، اصلا یک شرایط دیگری بود. به همین دلیل بعد از انقلاب زندگی اینجا هست، ما با زندگیمون هم بکنیم در آن باید، حالا کار سیاسی و فعالیت برای آزادی میهن یه بحثه، ولی بالاخره زندگی هم باید داشته باشیم. اصلا بر مبنای اون انتظارات یا تفکرات نیست. برای همینه که میگم خیلی تفاوت فاحش هست. برای همینه که من و همسرم این رو از روز اول قید و شرط کردیم که خیلی درگیر باشیم با زندگی و پرورش بچه هامون. اولویت اول در تشکیل خانواده. بله رضا، بیا بیا اینجا، بیا بیا اون کتاب بده به من، بیا برای کم.
شاید این فرصت رو پدر و مادرم نداشتن. مثلا اگر شرایطی بود که باز میرفتم یه جایی برای یه گردشی، یه گشتی، خب پرستارم منو میبرد وقتی بچه بودم، خب مادر پدرم وقت داشت میبرد 400 500 پیاده روی با من وسط کوچه و در دیوار، کار داشتن، مسئولیت داشتن و این کاملا قابل درک بود که به دلیل اون موقعیت و شرایط خب خیلی محدودتر میتونستن این نقش رو بازی کنن. ما هیچ کدوم از این محدودیت ها رو در زندگی خودمون الان نداریم، برای همینه که مکسیموم ممکن رو در اختیار بچه‌هامون گذاشتیم که از این بابت کمبودی نباشه حداقل. خب به همین دلیل که نتیجه داد این کار. الان نور، ایمان، دو تا دخترم که تو نیویورک کار میکنن الان چند سالی است، خب رشته خودشونو دارن، خیلی هم خوب یاد گرفتن چجوری ارتباط موازی برقرار کنن، نتورکینگ خودشونو دارن، تجربیات خودشونو دارن. و فرح که همین این تابستون فارغ التحصیل شده از دبیرستان، سال اول دانشگاهش رو شروع کرده و فعلا مشغول اون کار هست. و یه مرتبه این وسط در جایی که خب به روزش درگیر مسائل ایران مثل من نبودن، منم هیچ وقت در اون موقعیت قرارشون ندادم الزاماً، دنبال میکردن، تماس داشتن، ولی این داستان مهسا که اتفاق افتاد اصلا دنیا زیر رو شد. یعنی از اون موقع تا به امروز یک ویکند نیست که یا همسرم یا دخترم توی یکی از این تظاهرات نرفته باشن. یعنی یهو یه چیزی درشون ایجاد شد بدون که من ازشون بخوام، تو خودشون به وجود اومد. بلکه درستی که ما یه زندگی مستقلی رو داشتیم ولی هیچ وقت بهشون تکلیف نکردیم، خودشون کنجکاو بودن که بدونن، ولی به شکل طبیعی رابطه روزانه با اون وضعیت نداشتن. این مسئله باعث شد که از بچه خودم شروع میکنم، ولی فکرم تو خیلی از خانواده های ایرانی به خصوص در خارج از ایران این اتفاق بس افتاده باشه. یک جرقه‌ای بود که همه رو بیدار کرد به نوعی، شاهدش هم بودیم. تمام این تظاهرات و اعتراضاتی که در تمام دنیا دیدیم، حتی فراتر از ایرانی ها، یه چیزی بوده که همه رو. و خب این همش نشون میده که شما وقتی که از یک دید بشری به قضیه بچه رو بار میاری که راجب خیلی مسائل حساس باشن، راجب هر نوع تبعیضی هر جای دنیا میخواد باشه، از تبتش بگیرید تا ونزوئلاش به دلایل مختلفش، و خوشبختانه اینو بدون که از ازشون بخوام یا چیزی بهشون نصیحت بگم توشون بوده، چون با این ارزش ها بارشون آورده که امروز بتونن بگن که از دست من چی برمیاد، من چی کار میتونم بکنم برای این راست. هم میهنانم، امروز رفتم جلوی سازمان ملل تا بگم که کنارتون هستم. پیروزی از آن ما. معجزه این اتفاق این هستش که تمام دنیا این درد رو حس کردن، و این به نظر من یک معجزه و یک اثر فراتر از تصور ما از انسانی هست. واقعا دردی که در ایران اتفاق افتاده و این تمام این اتفاقاتی که در این چند وقت همه ما رو واقعا به لرزش در آورده و به صدا در آورده، و همه به هر جوری که میتونیم داریم تلاش میکنیم، و همین که من و شما الان اینجا نشستیم 100% و این دینامیزم خودش رو پیدا کرده، مومنتوم خودش رو پیدا کرده، هویت خودش رو پیدا کرده، یه خواست مشترکی است که برگشت نداره. یعنی به همون اندازه که این حرکت مردمی برگشت نداره، برای رژیم هم راه برگشت نذاشته، و از یه لحاظی واقعا یک در طول تاریخ شرایطی رو دیدیم در خیلی از کشورها و جوامع که یک نقطه عطفی باست به اونجا میرسیدن تا به یه سری مسائل برسن، به دست بیارن یا خلاص بشن از هر زاویه که میخوای نگاه بکنی. و واقعا کشور ما دقیقا الان توی شرایط قرار گرفته، و به خصوص وقتی که قیاس رو میبینیم و نسل امروز که میاد و راه خودش رو پیدا کرده، هویت خودش رو پیدا کرده، خواست خودش رو پیدا کرده، جهت خودش رو پیدا کرده، و تنها چیزی که باقی میمونه به دست آوردنشه، خب اینجاست که هر انرژی و تلاشی برای اینکه بتونن بالاخره به دست بیارن اون چیزی که الان میخوان و بتونیم بهشون کمک کنیم.
لازمه بهشون تکلیف بکنیم، نه لازمه بهشون درس اخلاق بدیم، نه لازمه بهشون بگیم که چرا این رو برن یا نرن. خوب میدونن، تنها چیزی که لازم دارن اون انرژی و اون پشتیبانیه بدون قید و شرطیست که بالاخره بتونن از این چاله بیان بیرون. و این وظیفه هر ایرانی است که دلسوز کشورمون هستیم و به خصوص دلسوز نسل امروز هستیم، این رو براشون به هر طریقی که میتونیم فراهم بکنیم. دقیقا همینطور. حالا فراتر از این دلسوزی، به خاطر اینکه شما شاهزاده ایران هستیم، به خاطر تاریخچه زندگی شما، در این شرایط چه بار مسئولیتی رو احساس میکنید و خودتون رو در چه جایگاهی میبینید؟ برای اون کسانی که انتظار یک دو نقش رهبری رو دارن، مسئله متدیست که به کار گرفته میشه. قبلا بهت گفتم که من اصولا راه حل رو در این که باز دوباره تمرکز روی فرد بره و باز اون داستان فرد محوری رو بخوایم جا بندازیم، بریم به سمت سیستم محوری که سیستم جا بندازیم که نقش افراد کم رنگتر میشه و کمتر مهم و واقعا راهیست که میبینم. فرض کنیم پروژکتور دست منه، رو من افتاده، حالا به هر دلیلی اعتماد میکنن، انتظار دارن، خب چیکار میکنم با این پروژکتور؟ رو خودم که نمیندازم که، میگم حالا که به من اعتماد دارید بذارید من بهتون بگم به تشخیص خودم کجاها داره کار مثبت میشه، کدوم تلاش ها، کدوم زحمت ها، کدوم کارها، کدوم برنامه ها خوبه که به جا بیاد، توجه بهش بشه، تکثیر بشه، تکرار بشه، تقلید بشه، و هر جایی هم که به نظر من ضرر میزنه به اون هدفی که داریم رو مواردم اصلاح نظر بکنم. یعنی اگه به من این اعتماد رو دارید در این تشخیص ها با این تجربیاتی که دارم، بدونید که من رو هر جایی که کار مثبت هستش رو اون سهم میذارم. در انتقال از وضعیتی هستیم تا اونجایی که آخر سر مردم بتونن تصمیم نهایی رو بگیرن، کمکتون خواهم بود، همراهتون خواهم بود و بهتون تمام راهکارهایی که به نظر من مفید میاد عرضه میکنم، ولی نهایتا تصمیم با خودتونه. من نمیخوام هرگز در موقعیتی قرار بگیرم که برای کسی یا کسانی یا مردمی تصمیم گیر باشم. چرا؟ به خاطر اینکه یه جنبه اون مسئولیت مشارکتی که قبلا بهش اشاره کردم رو خونسا میکنه. یعنی اگه شما اتکا به این داشته باشی یه کس دیگری هست که میتونه این تصمیم رو برای من بگیره، اصلا ابتدا به ساکن غلط گذاشتیم این خشته اول رو. اگه نیاز به ابزار کار دارید باید فراهم بشن، ولی تصمیم نهایتاً با خود جامعه‌اش. یک جامعه‌ای واقعا نمیتونه ادعای آزادی و ادعای حکومت مردم بر مردم که میگن یعنی چی؟ یعنی نهایتاً بر خودتون باید بتونید تصمیم بگیرید. من در این مورد میگم که شرایط رو باید به جایی ببریم که این تصمیم رو بتونید بگیرید، هم از یک دید آگاهی و هم از دید فرصتش. هر دوش لازمه. فرصت به تنهای کافی نیست اگه آگاهی رو نداشته باشید. اگه آگاهی رو داشته باشید ولی امکان و فرصتش رو نداشته باشیم، آگاهی به تنهایی کافی نیست. هم آگاهی لازم هست و هم موقعیت و فرصتش. من در این زاویه فکری هم دارم بخش آگاهی رو تا اونجا که میتونم تقویت میکنم و هم فراهم شدن اون فرصتش. چون وقتی که فرصتش پیش بیاد و آگاهیش رو داشته باشیم، قاعدتا مشکلی در تصمیم گیری نخواهید داشت که من بخوام بیام براتون اون تصمیم رو بگیرم. دقت میکنی؟ دقیقا. اینه نقشی که از من پرسیدی، نقش خودم رو در چی میبینم. دقیقا در این میبینم. واقعا اون روزی که ایران آزاد بشه من به آرزوی خودم رسیدم و از اون روز به بعد تو اون مملکت به عنوان یک ایرانی زندگی خواهم کرد. اما قبل از سلطنت، قبل از جمهوری، قبل از چپ، قبل از راست، ایران رو بخواید، آزادی رو بخواید، بیایید در این راه همگی با هم، چپ و راست، جمهوری خواه و سلطنت طلب، چه کسانی که از قیافه من خوششون میاد، چه کسانی که نمیاد، نه با خاطر من، نه با خاطر خودتون، به خاطر ایران با هم اتحاد داشته باشیم. بهتون میگم
اینو برادرانه بهتون میگم. من که اینجا نشستم گزارش از صبح تا شب بهم میرسه که در فلان تظاهرات آیا عکس شما بالا بود یا خیر، یا فلانی عکس مصدق رو بالا آورد یا خیر، یا ایکس و ایگرگ و زد و فلان بودن یا شعار دادن یا نه. برای من این مسئله اصلا مطرح نیست. برای من اون ایرانی که هنوز تو جبهه جنگ منتظر به دادش برسیم مطرح هست، که اصلا کاری به اون نداریم. کار بنداریم که پریروز جلوی فدرال بیلدینگ عکس من بالا بود یا خیر. برادر من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای رو بفهمی؟ تا کی میخوای این حرفا رو بزنی؟ تو هم همینطور، تو هم بس هدف دین باشه که وضعیت رو ایجاد بکنی که من بتونم فردا بیام بر علیه تو رأی بدم، یا لاقل رأی بدم برای کسی که میخوام. اگه واقعا میخوایم یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم، خب حالا اگه رژیم سقوط کرد چه چیزی قراره جاشو بگیره و چگونه؟ دقیقاً اینا مطالبی است که به روز پیگیرش خیلی از ماها هستیم، من جمله خود بنده، در رابطه با نقش اپوزیسیون و فعالین سیاسی داخل و خارج کشور، نقش مدیریت و مدیران میانه‌ای که باید بیان و این خلای مدیریت رو در درون کشور پر بکنن و هماهنگی این کارها، نقش هدایت و رهبری حرکت‌های اعتراضی امروز مردم، نهایتاً احتمالاً رسیدن به شرایطی که بتوان در سرتاسر مملکت اعتصابات کارگری اجرا کرد که آخرین ضربه به نظام میتونه باشه و وادار کنیم این نظام رو به یک فروپاشی، منتها یه فروپاشی کنترل شده، و این مهمترین بخش مسئله است. اینکه اگر نگرانی برای خودی یا خارجی هستش که بعد از اینا وضع چی میشه، همطور که میدونید رژیم همیشه سعی کرده یه لولویی بتراشه و بگه اگه ما بریم ایران نمیدونم سوریه میشه، چی میشه، چی نمیشه. در صورتی اینطور نیست. ایران دارای بسیار زیاد افراد متخصص، کارشناس که سر به تنشون میارزه در داخل مملکت دارن که بتونن مدیریت کشور رو به عهده بگیرن در تمام رده‌هاش. منتها دیالوگ با این نیروها تا به حال نبوده در دنیای خارجی. باور شما این هستش که روی یک فلسفه دموکراسی و جوری که مردم خودشون بتونن با اعضایی که خودشون انتخاب میکنن مملکت رو به اونجا که باید برسه برسونن و به اصطلاح فکرها و قانونها و چیزایی که احتیاج دارن رو با اون اشخاص به دست بیارن، اینو من خیلی شفاف از شما دارم میشنوم. چقدر این برای شما دشوار هست که بتونین برای خیلی توقعاتی که از شما دارن از جوانب مختلف، چطور میتونین با این نظرهای مختلف کنار بیان؟ من نمیدونم نهایتاً قضاوت نهایی در نحوه برخوردم به مسئله چه خواهد بود. نمیدونم درست دارم پیش میرم یا غلط. فقط میتونم بگم که باورم چی هست و چرا این کار رو انجام میدم، چه کاری رو حاضر هستم انجام بدم و چه کاری رو حاضر نیستم و انجام نخواهم داد، هر دوشی. و یه مقدار این مسئله یک نوع یادآوری به خودم هست همیشه که یک مرز و حد و حدودی رو در این نقش تعیین میکنم، چون صرفا به خاطر این که این توقع هست در این نمیشه که کار درسته. بگنه توقع همیشه هست. سالهای پیش یادم نیست کی اینو به من گفته بود، گفته بود تش که یک رهبر خوب اون کسی نیست که هرچی جامعه ازش انتظار داره رو انجام بده، رهبر خوب اون کسی نیست که اون که به نفع جامعه است رو در نظر بگیره، که الزاماً در اون لحظه ممکنه جامعه متوجه نباشه. و رو این فلسفه بود که ممکنه خیلی از کارهایی که هم میکنم همیانان هم موافق نباشن یا درک نکنن یا نخوان به این شکل ببینن، ولی من به خط پایانی که نگاه میکنم خوب میدانم که اگر یک وضعیت خیلی استثنایی رو به هر دلیلی در من میبینم، دلیل بیشتری است برای اینکه درگیر هر چیزی که باعث شکاف و تنش و اختلاف نظر بشه و اون درگیری های به حال جزء بازی سیاسی که هستش اصلا وارد اون گود بشن. در واقع من اون نیست که حالا کدوم حکومت و کدوم دولت و کدوم سیاست اقتصادی سیاسی واسه انجام بشون و خیلی اصلا مدیریتش هم انجام خواهند داد در آینده، حالا هر شکل نظامی هم پیدا بکنیم. برای من اون ابزار
تضمین کننده منحرف نشدن از اون آزادی که میخوایم به دست بیاریم هست. یعنی تمام اون بخش مدنی است، تمام اون نهادهایی که مراقبت میکنن از اینکه قدرت باز دوباره متمرکز نشه یه جا، یا انحرافی از قانون نشه، یا فساد به وجود نیاد، یا سوء استفاده از قدرت پیش نیاد. اینا چیزیه، ابزاری است که در جامعه باز بشه جا انداخت و راه اندازی کرد و سازماندهی کرد و به نظر من از بخش حکومتی حتی مهمتر این بخش. و این چیزاییست که تو کشور ما خب تقریبا از بین سعی کرده ببره این نظام، و خوشبختانه میبینیم که هنوز هستن کسانی که حواسشون به این چیزا هست و به محض که این وضعیت عوض بشه آنن این نهادها تقویت میشن، نهادهای مدنی، حقوق بشری، نمیدونم اقتصادی یا حقوقی یا خیلی از این مسائل. و اینا لازمه در جامعه. این خیلی برای من مهمتره، و برای اینکه من نوعی بتونم بهتر کمک باشم، یعنی در میان مردم باشم، سمت اونا رو بگیرم، نه که در مقابلشون قرار بگیرم، بلکه این سمت نرده باهاشون باشم، بیشتر برای من انگیزه داره و خودم رو مفید در اون راستا ببینم که حالا مثلا بگه بالا برو نقش نهادی داشته باشی، اصلا برو درگیر مسائل حکومتی بشو، که اصلا نه دغدغه من بوده، بارها هم گفتم اینو، اصلا دغدغه من اون نیست. در اینجا به نظر خودم بیشتر به درد تو خواهم خورد که لااقل در این سنی که دارم و اون تجربیاتی که دارم، این بخششو بر اساس اون چیزی که من یاد گرفتم در زندگی در کشورهای آزاد بتونیم تو کشور خودمون پیاده بکنیم. به واضح شما دارین میگین که منفعت ایران و مردم ایران برای شما خیلی خیلی مهمتره تا اینکه خودتون و جایگاهتون به خاطر توقع، به خاطر حرف یا به خاطر فشارهای مختلف بخواد اولویت پیدا. بدون شرط هستن اونایی که فکر میکنن که اگه کسی دنبال اقتدار نباشه یعنی آدم ضعیفیست و آدم ترسویست یا شجاعتی نداره. من در پاسخ این گونه افراد فقط اینو میتونم بگم که قبول نکردن قدرت خیلی بیشتر از خواستن قدرت جرأت میخواد. اگر که همه ما ایرانی ها به جای برسیم که اول اولویتم خلوص نیتم کشورمونه، مردممونه، همه با همین دلیری و شجاعت شما و با همین قاطعیتی که شما صحبت میکنین، ما هم از همونجا باید صحبت بکنیم. پس مقصود ما اگه واقعا خالص باشه، همه نقش خودمونو میتونیم پیدا بکنیم. ائتلاف یک موضوع بسیار داغ مهمی هستش که مردم خیلی راجع به صحبت میکنن. دلم میخواد نظر شما رو بشنوم، ضروریتش رو بشنوم. فکر میکنین که در موقعیت کنونی چقدر مهم هست و چقدر از نظر زمانی این مسئله مهمه؟ خب خیلی قبل از اینکه این واژه ائتلاف شهرت پیدا بکنه، 30 سال پیش من مسئله اتحاد رو پیش کشیدم. در واقع همون منظور رو میرسونه. ولی اتحاد به خاطر چی؟ یعنی یک صدایی و همراه بودن وقتی که ما یه هدف مشترک داریم و یک دشمن مشترک. یعنی درک این که ما الان تو فاز رقابت نیستیم که بخوایم بین هم دیگه این جدال ها رو داشته باشیم. مملکتمون رو باید نجات بدیم و برای نجات مملکت یک هدف بیشتر نمونه و این کار رو خیلی بهتر میتونیم در با همسویی، با همکاری پیش ببریم. حال هستن تمام چهره هایی که در مسیر و خط خودشون تاثیرگذار هستن، اونم تو دنیای امروزی به اصطلاح فضای مجازی، و به هر حال هر کسی ایمپکت خودشو داره. ولی مثلا خودت در کاری که انجام میدی یا
کاری که کسی مثل چه میدونم نازنین بنیادی انجام میده یا یه کاری که مثلا علی کریمی انجام میده یا خانم عبادی میتونه انجام بده یا دیگران هستن خیلی ها، ولی حرفمون هماهنگ تر باشه، هم صداییمون بهتر باشه و این رو جامعه حس بکنه یه قوت قلبیه براشون که تمام این افراد تک رو نیستن، با هم یک همسویی رو جا میندازن، حامی و پشتیبان این همکاری ها هستن. و اینجا میرسیم به اون چیزی که معنی واقعی داره به مفهوم ائتلاف، چون افراد که ائتلاف نمی کنن، افراد میتونن با هم همصدا بشن، یک گروهی رو تشکیل بدن که همصدایی رو ارائه بده، ولی تشکیلات و اجرایی که نیست که کارشون. ائتلاف رو احزاب سیاسی بین هم انجام میدن یا گروه ها سازمان های سیاسی به منظور کار مشترک، به منظور پیشبرد پلتفرم مشترک. در حالت عادیش خب دولت های ائتلافی رو داریم در دنیا، ولی در این مرحله از مبارزه علل خصوص این درخواستی که از جامعه میشنویم دقیقا همون موضوع است که چرا با هم کار نمی کنید، چرا جبهه واحدی رو تشکیل نمیدید، فردا برین رقابت با هم بکنید، اکنون برای نجات ایران و ایرانی همسو بشین، همکاری بکنین. این توقع بسیار بجاست و اون چیزی که الان در فضای سیاسی ایران کمه همون چیزیست که الان مردم مطرح میکنن، متو بارش به گردن همین جریانات یا سازمانهاییست که حداقل میگن که ما تشکیلاتی هستیم که معرف همیهنانمون هستیم در یک بخش حزبی یا سیاسیش. ولی خب اگه میخواین این رو به عمل ثابت بکنید از حد ادعا باز فراتر بره، باز نشون بدید در عمل این کار رو دارین اجرا میکنین، چون جامعه از دوال خارج نیست. یا میگه این کار رو برای ما انجام میدید، اگرم ندادید برین کنار بذارین اونا که حاضرن این کار رو بکنن بیان جلو. این دقیقا چیزیست که الان ما میبینیم از داخل و به حق هم این توقع رو دارن. ماهایی که تاثیرگذار هستیم در این راستا و میتونیم حامی و پشتیبان و مشوقش باشیم، کار خودمون رو داریم انجام میدیم، ولی نمیتونیم اون خلع رو با حضور خودمون جبران بکنیم. این برمیگرده به اون تشکل‌ها. بنابراین خلاصه بگم حتما باعثی ما بتونیم این همسوی و همکاری رو بیشتر تقویت بکنیم و ائتلاف واقعی همکاری این سازمان‌های سیاسی در این مقطع برای گذار از جمهوری اسلامی تا برسیم به اون شرایطی که در زمان گذار یک دولت انتقالی امور موقت کشور رو به دست بگیره و همزمان در سریع‌ترین زمان ممکن انتخابات نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان پیش بیاد، که اونجاست که در جایی که اختلاف نظر و سلیقه شکل محتوا و شکل حکومتی هست در اونجا این بحثا بشه. تنها هدفمون هم میتونه امروز این باشه از نظر تعریف نقش سیاسی تمام گروه‌ها و احزاب. صورت مسئله خیلی ساده است، برمیگرده به اینکه خب این پاسخ رو چگونه جامعه سیاسی ایران به همیهنانمون خواهد داد. و من هم طبیعتاً چون همیشه و تمام این دوران اگه نگاه بکنید همیشه روی نکته تاکید کردم، قبل از هر چیزی نجات ایران، اتحاد، یک صدایی. فردا جا برای رقابت خواهد بود، اکنون زمان رقابت نیست، اکنون همه باید تلاش کنیم که این رو تقویت بکنیم، برای اینکه دشمن همیشه سعی کرده مردم رو به جون هم بندازه. جمهوری اسلامی از روز اول سعی کرده اختناق ایجاد بکنه، همه رو به جون هم بندازه. خیلی هم حرفه‌ای عمل میکنن، اتاق فکرشون، ارتش سایبریشون مدام درگیر این برنامه هاست و فکر کنم امروز جامعه ما از این لحاظ آگاهی خیلی خوبه، خیلی بیشتر آگاه شده سر این ترفندها، پس راه خیلی مشخصه. If I could for a moment before letting you go, Mr. Pahlavi, challenge you on that, because there is no opposition leader, there is no real viable opposition. I know you've said often that you're not running for office, but might there be some hesitancy on the part of the West in sort of condemning or whatever actions they take just because of the lack of knowledge about what comes next, a lack of a viable alternative to the regime that exists right now? That is a very fair statement, so long as you're willing to also search for the alternative, because many times you have the thing right in front of your face and sometimes you may deny and not look at it as it is. In other words, it's like the elephant in the room that nobody admits seeing. In this case, it's very different. And the reason I'm saying that the galvanization of not our compatriots today, who can no longer take it, and the way this is now developing, in a way, it's our Santiago moments. When Gina was killed, it was
you know, the straw that broke the camel's back. The momentum now has started and is escalating. And as a result of that, you will see much more than before solidarity and cooperation between all those, including yours truly, who can have a moral impact and leadership and effect on supporting and inviting more unity, more cooperation, which is our job at this stage of the game, to facilitate its transition, maximize the chance of success, go in the direction of a controlled implosion rather than anarchy, and offer an alternative both for domestic consumptions and for the world to see. But in order for this to happen, there also needs to be constructive and constant dialogue between the representatives of my compatriots and their actions with the world community and the decision makers. We cannot communicate by telepathy. We have to sit down and talk with each other at this moment. تلاش جدیدی نیست، برای اینکه الان سالهاست که خیلی از این شخصیت‌های تاثیرگذار بالاخره به سهم خودشون کار خودشون رو انجام دادن. این خواست جدیدی که الان حتی یه ماه هم ازش نمیگذره، یعنی واقعا جدیده، یعنی ناگهان به اون فازی رسیدیم که همه میگن که آقا جان پس کجان این افراد، چرا نمیبینیمشون با هم؟ مدت هاست که با هم در ارتباط بوده ایم و هستیم، من به سهم خودم. ولی شاید نشون دادن این هماهنگی یا همصدایی یک جنبه ملموس‌تری باز پیدا بکنه از دید رسانه‌ای که اگه مردم ببینن بیشتر براشون قوت قلب میده و مطمئناً فکر کنم بسیاری از این افراد کاملاً این رو میبینن چون قطعا خودشون هم میشنون این رو. این قوت قلب خواهد بود برای همیهنان که این همسویی رو در عمل ببینن. ولی فراتر از این همسویی اینه که چه چیز رو واقعا میتونیم تشویق بکنیم، تقویت بکنیم که ابزار اجرایی کار هستش در اصل برای رسیدن به مرحله نهایی. خب تمام اینا مد نظر هست، قطعا بحثی است که همه جا میشنویم و میبینیم و متای ضرب الاجل قطعا همگی ازش آگاه هستیم و خب اینو دیگه نمیشه تحمیل کرد. بس این خواست همکاری رو واقعا بین خودمون پیدا بکنیم، وگرنه صورت مسئله که مشخصه. ولی فکر کنم امروز از هر زمانی این انگیزه بیشتر شده در خیلی ها، حتی در جریانات تشکیلاتی و سیاسی. برای همین برای من مهم این بود که برای که میدونم که فکر خیلی از مردم به این موضوع هستش و میخوان بدونن که آیا حرکتی داره انجام میشه از طرف همه این کسایی که واقعا مورد علاقه مردم هستن، دارن زحمت میکشن و اینجور که شما میشنستم 100% این موضوع هست و شاید مثلا حتی بشه گفت که این ائتلاف شاید نه به طور علنی ولی به طور به اصطلاح غیر علنی همه با هم در تماس هستن، صحبت میکنن و همه به شخص خودشون دارن تلاش میکنن اون وظیفه و اون کاری که میتونن الان انجام بدن رو 100% انجام بدن. این امید همه ما ایرانی ها هست و حقیقتا بیشتر دارم میخواست که اینو فقط بگم، تکرار بکنم که از زبان شما بشنویم که یک امیدی باشه برای همه ایرانی ها. غیر از این هم نیست. البته فکر کنم متوجه میتونیم باشیم که شاید شرایطی پیش بیاد که فراتر از یک کار انفرادی منتها هماهنگ شده در بعضی مواقع پیش بیاد که یه جمعی از باهای یه جایی ظاهر بشیم به منظور انجام یک کاری، ترکیب ها متفاوت باشه هر بار، ولی هر کسی به نوعی این رو ببینه به شکل طبیعی، نه به خاطر اینکه بخوایم اینجا ویترین سازی بکنیم، نه به خاطر اینکه خب پیش ممکنه بیاد. فرضا ممکنه یک جمعی برن برای صحبت در سطح پارلمان اروپا یا نمیدونم سنای امریکا یا نمیدونم سازمان ملل یا خیلی چیزهای از این قبیل، سازمان های حقوق بشری، خیلی کار تقسیم شده است دیگه. ولی این رو قطعا جامعه خواهد فهمید و خواهد دید. حواسمون متابس به این باشه که دشمن اصلیمون که جمهوری اسلامی است چقدر میخواد این وسط کارشکنی ایجاد بکنه، ترور شخصیتی بکنه، جنجال آفرینی بکنه، دروغ‌های راجب این و اون مطرح بکنه که مردم رو به شک بندازه. این کاریه که دشمن هر روز و شب کرده تا به حال و باز دوباره به جای که یه انرژی به وجود بیاد شروع کنه کسی رو زیر سوال بردن و اونیکی انگیزشی و خلاصه به قول معروف بخوان آب و گلالود بکنن. از این لحاظ بسی هممون حواسمون جمع باشه، چه اون کسی که
این مسئله رو داره بررسی میکنه، دنبال میکنه، چون اونا که به روزش درگیر این مسائل هستن. خیلی از این لحاظ ما حواسمون جمع باشه، چون فرصت به این سادگی پیش نمیاد و این بهترین فرصتی است که نباید به هیچ قیمتی از دست بدیم. حرف اصلی جوانای امروز تو مملکت که تو خیابونا دارن روز به روز این ور اونور گرفتاره میشن، کشته میشن، اعدام میشن، زندانی میشن و این همه هزینه پرداختن، این هستش که نذارید این مسئله حیف و میل بشه. الان جمهوری اسلامی اعدام ها رو شروع کرده و از نظر روانی یک فشار بسیار زیادی روی همه مردم در ایران هستش و خارج از ایران، و ما در یک جایگاهی وجود داریم که داریم با یک نه تنها جنگ فیزیکی بچه‌های توی ایران دارن واقعا دست و پنجه نرم میکنن، و بلکه الان یک جنگ روانی هم بنا به اون اضافه و اضافه و اضافه تر شده از روز اول. ما چطور باید با این عکس العمل رژیم بجنگیم، روبرو بشیم؟ چه عکس العملی باید نشون بدیم؟ ساده بخوام پاسخ بدم، این که رژیم زده به سیم آخر علامت قدرت نیست، علامت ضعفشه که روز به روز بیشتر داره مشهود میشه. مردم هم این رو خوب درک کردن. آن چیزی که کمه اینه که حمایت بین المللی از همیهنانمون اگه اصلا وجود نداشته باشه بسیار کمه. دنیا مقدار زیادی فشارهای اقتصادی روی رژیم آورده در باب تحریم ها، ولی هیچ وقت سیاست پشتیبانی حد اکثری به کار نگرفته. ما امروز نیازمند یک پشتیبانی حد اکثری دنیای آزاد هستیم برای موفقیت مردم ایران در به دست آوردن آزادیشون، و روی این مسئله خیلی باز کار بشه. ولی مقدار زیادی از اینکه این انتظار تبدیل به یه چیز واقعی بشه این هستش که دنیا بدونه که مردم ایران در آلترناتیوی که جستجو میکنن میدونن آلترناتیو کجاست و در چه جهتی است، یه مجهول نیست. جواب جمهوری اسلامی رو داریم بدیم که هی ادعا میکنن که ما بریم ایران سوریه میشه. نه، اینطور نیست. و خب هر چقدر بیشتر تلاش مشترک مبارزین در داخل کشور، سازمان‌های سیاسی در خارج کشور و تمام تاثیرگذاران در همون خط و جهت پیش بره، دیگه کسی نمیاد بگه که نه آلترناتیوی در مقابل نظام نیست که ما بخوایم بدونیم که بعدش چی خواهد شد، هم برای مصرف داخلی هم برای مصرف بین‌المللی. ولی خب این فاز رو باز طی بکنیم که دقیقاً الان تو این فاز هستیم. اگه این رو بتونیم به ثمر برسونیم فکرام دیگه تقریبا میشه گفتش که نجات ایران اجتناب ناپذیره و سقوط نظام هم همچنان اجتناب ناپذیره. یک خشم بسیار زیادی در ما ایرانی الان هست، عصبانیم، ناراحتیم. رابطه شما با خشم و نفرت چی هست؟ خانواده شما سالیان سال واقعا صدمه دیده از این رژیم، و شما با این دنیای نفرت چطور کنار میایید؟ اینجوری که مطرح میکنی اتفاقاً دقیقاً مسئله تفاوت دیگه. یه نظامی که وقتی که رهبرش اومد گفت بعد از 15 سال تبعید اصلا حس چیه برگشت ایران، گفت هیچ. و اصلا اختناق و نفرت و تبعیض رو واجب کرد و کینه رو مبنا قرار داد و شهادت رو در مقابل زندگی و صلح و آرامش. خیلی واضحه اصلا تو ادبیات نه تنها خانوادگیم بلکه اصلا تو ذهنیت من نیست. برای که نفرت فقط سر از انتقام در میاره، انتقام هم آخر سر دور باطله، در صورتی که
گذر و بخشش و آشتی، نمیگم زیر پا گذاشتن حق قانونی عدالت طلبی، چون خیلی جنایت تو مملکت شد، ولی کسانی که میان میگم که نمیبخشیم نفراموش میکنیم، یعنی حس انتقام جویی رو میخوان ترویج بدن، به دید من کمکی نمیکنن به ایجاد یک فضای اعتماد و آرامش و امنیت. به دست آوردن آزادی خیلی قوی تره که بر مبنای بازگشت به انسانیت و مدارا و تعامل و همکاری باشه تا انتقام جویی. اصلا نفرت انقدر بار منفی داره که بدن آدم رو به لرزه در میاره که آخرش چی؟ یا اصلا اعدام. من شخصا مخالف اعدام هستم، بلکه فکر میکنم که بشر از دید تمدنی یا انسانیت بخواد بگه که این بهترین روش تقاص پس دادن یا مجازات هستش. یه بذر نفرت و یک جنبه توحش درش هست. خب یه مقدار بسی به فکر بیشتر فرو بریم. خیلی آسونه که آدم بخواد نفرت داشته باشه یا انتقام داشته باشه یا خشونت رو راه ببینه و اصلا دائم دلش چرکین باشه و عقده داشته باشه و عصبانی باشه و نه که آدم درک نکنه این احساسات رو، ولی آیا واقعا مبنا میتونه باشه؟ بزرگتر از نفرت فرصت دومی دادنه، یه مقدار گذره، یه مقدار بخششه. نمیگم فراموش کردن، هم فرق داره، فراموش نمی کنیم ولی میتونیم گذر بکنیم. در آفریقای جنوبی وقتی کمیسیون Truth and Reconciliation، حقیقت و یه نوع آشتی پیش اومد، واسه چی بود؟ یعنی حداقل اعتراف بکن به جرمی که مرتکب شدی، ولی بگذاریم و بریم به سمت جهت دیگری. وگرنه اگه این رو نمی کردن، هنوزم که هنوز بود، این همه سال بعد، مسلمن بدون که این دور باطل انتقام جویی می بود همچنان در آفریقای جنوبی. یه مثال ساده بزنم. ما چرا بخوایم چرخ رو از نو اختراع بکنیم؟ خیلی راه‌ها هست که جامعه بتونه اون در اصل اون حق طلبی خودش رو و عدالت رو پیدا بکنه بدون الزاماً روش‌ها و راهکارهایی که یک مبنای خشونت و دل چرکین و غضب و با یه بار منفی. حیفه برای اون فرهنگی که داریم که صحبت از عشق و بنی آدم اعضای یک دیگران رو میکنه، این وسط میخوایم امروز میبینیم که مبنای آینده سازی ما واسه بر اساس نفرت و انتقام باشه. لااقل تو ذهنیت من اصلا جا نمیگیره این افکار. I don't know if you've seen it, but there was a harsh personal attack against you put on social media, I believe by the Iranian ambassador to the UK. Do you think the regime in Tehran perhaps is starting to see you as something of a threat, and are you concerned about that? Well, of course, you know, it's not the first time the regime will react to anyone that they consider as a threat. And of course, I think that by virtue of the fact that in the last few days the specific focus has been on me, certainly the threat level is elevated. But that's part of in the nature of what we are doing. You know, it's a struggle that involves taking all the risks necessary to be able to be of help. And I've always, the story of my life has been to be a very visible target for the regime, and you know that's part of what we need to do to save our country. I'm prepared to sacrifice my life if necessary, but at the same time I'm prudent, at the same time I'm smart about this, and I think a lot of Iranians are also smart about that, and we are not going to be impeded or in any form or shape intimidated by the regime's attacks or threats. خب در پایان صحبتم، برای اینکه من از حرفای شما سیر نمیشم، داستانای خیلی بی‌نظیر و خاطرات خیلی دوست داشتنی، خاتمه بدیم به این گفتگو با یک پیغامی، چیز خاصی که خودتون دوست دارین اشاره باش بکنین. صحبت از آموختن در حالتهای مختلفش کردیم در مسیر یک زندگی و تحولاتش. کمتر یک نموداری رو من در تاریخ پیدا میکنم
که کسانی که قرار راه نشون بدن خیلی بیشتر دارن از خود اون مردمی که قرار راهو بهشون نشون میدن میآموزن و واقعا نسل امروز دارن به ما خیلی چیزا رو میآموزن. برای همینه که من زیاد نگران آیندهشون نیستم. برای همینه که به تو میگم خوب میدونن کجا میخوان برن. اصلا نیازی به این ندارن که کسی بخواد بهشون آموزشی بده. تنها چیزی که نیاز دارن هستش که تنها نمونن در این مبارزه و بدونن که ما باهاشون هستیم و هر کاری که از دستمون برمیاد برای که راحت‌تر و زودتر به اون مقصد برسن خواهیم کرد. همین واقعا. و این هست پیام من به هم‌میهنانم، به خصوص به نسل امروزی که صدای شما رو خوب شنیدم و خوبم درک کردم. از این بابت نگران نباشید. مرسی از شما که با این حرفای بسیار تاثیرگذارتون و از این زمان بسیار دلنشینی که با من سپری کردین. خیلی خیلی ممنون. منم از تو مکس سپاسگزارم که یک موقعیت و یک در واقع گفتگوی استثنایی بود که خواستم از هر نوع صحبت دیگرم متفاوت باشه، به همون جهتی که خب خیلی فرضیات رو افراد دارن ولی بهتر بتونن بشناسن که اصلا چی فکر میکنم و چگونه فکر میکنم. و ممنون از تو که این فرصت رو برای من فراهم کردی و باعث افتخاره. احساس صمیمیتی که با شما میکنم خیلی مهمه که بگم ایجادش شما بودید. خب همین، قبل از هر چیزی یه رابطه انسانی بدون غیر و شرط دیگه که فکر کنم داریم. بعد نه، کامیونیتی ما ایرانی ها واقعا گرمتر و گرمتر داره میشه، اتحاد خیلی بیشتر داره میشه. به خاطر مشکلاتی که هست همه ما داریم دست به دست هم میدیم و من هیچ وقت فکر نمی کردم که یه همچین صحبتی داشته باشیم. به هر صورت میگم دوباره خیلی متشکرم و بسیار برای من با ارزش بوده. مرسی.